بنام خدا، سلام دارم خدمت تمام شما هموطنان عزیز. آرزومند هستم همتون جور صحت مند باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین و بعد از ظهرتون بخیر. خدا کنه که روز را تا ایندن به خوبی و خوشی سپری کرده باشین، البته با یک دستاورد خیلی خوبه، و تا پایان روز روزتان آنچنانه که دوست دارین رقم بخوره و بتونین که از لحظات اوقات که سپری میکنین امروز همچنان لذت ببرین. خوشبختانه باز هم برنامه خودتون، برنامه رسم زندگی آغاز شد. قرار است که تا ساعت 2:30 مهمان خانه های شما ایزان باشم و البته من تنها است. مهمان گرامی استاد احمد رشاد پاینده، استاد دانشگاه با ما هست و در مورد نقش معنویات و مادیات در حیات انسانی که چقدر میتونه در زندگی ما مادیات نقش داشته باشه و همچنان معنویاتی که ما همون ارزش ها و عقاید خوبه که میتونیم داشته باشیم چقدر میتونه در زندگی حیاتی ما با ارزش باشه، بیشتر صحبت ها را با استاد میداشته باشیم. شما هم اگر سوالی دارین و یا هم نظریات دارین که میخواین در برنامه با ما شریک بسازین، پس 0220-220-1093 شما را به گونه لایف و مستقیم میتونه با ما وصل بسازه. زمانی که تماس میگیرین یک موقعیت خوب را اختیار کنین تا صدای شما عزیزان را ما به درستی در برنامه با خود داشته باشیم. ولی قبل از اینکه با استاد صحبت را آغاز کنیم، بسی معلوماتی آماده نشده است، میریم با هم یک جا تماشا میکنیم. نقش معنویات و مادیات در حیات انسان. در ابعاد وجودی معنویت نیاز فطری انسان است و بود مادی انسان در کنکاش طبیعت و چگونگی استفاده بیشتر از دنیاست تا نیازهایش را تأمین کند، و از لحاظ روحی نیز نیازهای انسان در معنویت یافت می شود. بشر در استفاده از مادیات جهان هستی بدون بهره‌وری از معنویت دچار گمراهی و افراط و تفرید گردیده و ظلم و ستم و مظلومیت و محرومیت پیش می آید. آگاهی به عوامل به وجود آورنده معنویت و تقویت کننده آن و نیز عوامل سایش و کاهش معنویت و امکان پذیر شدن محاسبه میزان و سطح تغییرات معنویت در طول حرکت بسیار مهم و حساس بوده، و بیشک عدم این آگاهی و کاهش ذخیره معنوی میتواند لغزشگاه ها و پرتگاه های بسیار خطرناک در مسیر حرکت ملت و ویژه مسئولان نظام ایجاد نماید که لازم و ضروری است جاده های معنویت از عوامل سایش پاکسازی شوند و راه سعادت و طی طریق در مسیر کسب معنویت و خدایی شدن هموارتر گردد. با شما هستم، وقتتان بخیر عزیزای بیننده. و امروز هم نقش همون معنویات، مادیات و معنویات که در حیات یک انسان میتونه مهم باشه، بیشتر ما انتخاب کردیم این موضوع رو و بسته معلوماتی هم در ارتباط براتون تقدیم کردیم، ولی بیشتر میخواییم در این مورد از استاد بشنویم که چقدر میتونم در زندگی ما مفید باشه و از جنبه های مثبت و منفیش بیشتر آگاهی پیدا کنیم. پس شما هم ما را همراه باشین. سلام استاد، وقتتان بخیر، خوش آمدید. علیکم سلام، عرض سلام ادب خدمت شما بیننده های تلویزیون شما دارم. سر تشکر. قبل از اینکه بر سوال شما بپردازم، من میخوام دو مکتبی را بر شما معرفی بکنم که در سطح دنیا با برجستگی های بسیار خاصش دانسته انسان ها را از دو بود که بود معنوی و مادی است به ما سبب بگیره. یک مکتب اسپریچوالیسم است. ایزم وقتی که میگم گرایش مانمیت، اسپریچوال خودش معنوی مانمیت که گرایش یک انسان میتونه به طرف معنویات ببره، یعنی مکتب خود اسپریچوالیزم که هست یکی از مکتب هایی است که یعنی گرایش انسان ها را میتونه به طرف خود معنویات زیادتر داشته باشه. و بسیاری از افراد اشخاص در جامعه اروپا و امریکا اسپریچوالیست هستن، یک مکتبی هم در این مورد وجود داره. مکتبی که تقریبا برخلاف از این مکتب وجود داره، مکتب ماتریالیسم است. ماتریالیسم هم مکتبی است که مادیاتگراست. اینا همواره تلاش میکنن به خاطر رسیدن به هدف از هر وسیله ممکن استفاده بکنن، بالاخره خود را به هدف خود برسانن. با توجه به چشمانداز از این دو مکتب، ما شما میتونیم مشخصا روی خود معنویت اگر یک تمرکز داشته باشیم، باید بسیاری از ابعاد بیایم در قالب معنویت در زندگی خود تعریف بکنیم. انسان یک موجود دو بودی است، قسمی که در قبلم بر شما ذکر کردم، بود معنوی و بود مادی. وقتی که ما شما روی جسم انسان صحبت میکنیم، جسم انسان خودش مادی است. وقتی که بالای روح انسان صحبت میکنیم، روح انسان خودش معنوی است. تا
تفاوت های اینا در بین خود دارن. معنوی وقتی که ما شما میگیم در لغت عبارت از معناهای زندگی است، عبارت از مفهوم کلی مثبت خود زندگی انسان معنویات است. اما مادیات وقتی که ما شما میگیم برعکس، در اکثریت موارد هیچ پوچ مفهوم میته، یعنی چیزایی که بر مادیات انسان وابسته است همه چیزش وابسته به هیچ پوچ است. مثلا یکی از مثال های زنده را بر شما میگم، یک انسان وقتی که در جریان 100 سال زندگی میکنه بازم فنا شدنی است. وقتی که از میان وقتی که از دنیا از بین میره یا بالاخره به طرف مرگ و فلاکت میره، شما میبینید که جسم انسان میره از بین. وقتی که از بین میره، ما شما موجود خود همی انسان و وابستگی خود انسان به جسمش رابطه میتیم به چی؟ به ماتریالیزم بودنش یا بر ماتریالیست بودنش که بس خود از این مادیاتگرایی است. ما شما در تمام ابعاد زندگی خود مجبور مکلف هستیم که تمکین بکنیم بر بخش خود مادیت زندگی، چون مجموعه از تمام ارزش های زندگی ما شما وابسته به بخش مادیت است، نه معنویت. معنویت است نه مادیت. بسیار پوزش میخوایم. بخش مادی هم در زندگی ما شما میتونه یک نقشی داشته باشه. ما به عنوان یکی از انسان هایی که زیادتر اسپریچوالیسم هستم یا اسپریچوالیست برش میگن، یعنی گرایشون به طرف معنویات زیادتر است، من میگم زندگی یک انسان حداقلش تا 70% باید وجود معنوی را در قالب خود داشته باشه. دقیقا. اما برعکس از این، انسان هایی که وابسته هستند به مکتب مادیاتگرا، اونا به 70% زندگی خود را میخواین که وابسته بسازن به بخش خود ماتریالیستی یا ای که بگویم براتون اما مادیات پرستی، اما توجه 30%شان بر معنویات است. یعنی ارزش هایی که در زندگی از اینا به قسم اخلاق است، به قسم رویه و رفتار نیک است، به قسم مثلا استفاده منطقی در تمام ابعاد زندگیشان است، استفاده عقلانی است، اینا تمام از این ارزش ها را میآیند زیر پای میکنن و فقط بحثشان روی ازی است که تمامی بخش های زندگیشان با معامله گرفته شود توسط مادیات مشخصی که جانب مقابل برشان تعیین میکنن. من فکر میکنم بازم اگر انسان ما شما بخوایم به شناخت بگیریم، یکی از شناخت های بزرگ خود انسان شناخت روحیش است و او شناخت روحی مشخصا میای خود را تعریف میکنه در قالب معنوی. و بحث مادیات برعکس است. پیشتر هم بر شما ذکر کردم در این مورد، بحث مادیات در هر قسمت از زندگی ما شما میتونه مجهولیت های را خلق بکنه. بحث مادیات بحث مجبوریت است. در هر قسمت که ما شما خود را وابسته بسازیم بر مادیات، ما شما میتونیم که مجبوریت ها را در او قالب پیدا بکنیم. یکی از مثال های زنده حسادت انسان در وجودش است. وقتی که یک انسان حسود میشه، هیچ قالب مادیت نیست که برش رضایت خلق بکنه. در هر قسمتی از زندگی خود که میره، مجبور است که بالاتر از او قسمت زندگی، یعنی به پیش بره و بالاخره فراتر از او پا ببانه. یکی از مشکلات کلان خود انسان هم امو حسود بودنش است. این حسود بودن مبنایش، منشیش در وجود انسان وقتی که میاد تعریف میشه، توسط چی میشه؟ توسط ماتریالیست بودنش، توسط مادیاتگرا بودنش. اگر ما شما گرایش خود را به طرف مادیات داشته باشیم 30%، من مطمئن هستم که یک زندگی پر از خوبی ها و خوشی ها و بالاخره برتون بگویم مثبت ها را می داشته باشیم. به دلیل از اینکه نیاز مبرم خود یک جامعه، نیاز مبرم یک وجود از 30% من فکر نکنم بالاتر بتونه به طرف مادیت بره. اما وقتی که ما شما از 30% فراتر به پیش میریم، من مطمئن هستم که شامل اسادت میشیم. باز اسادت بازم دنیایی است که دنیای تاریک و از تاریکی ها ما شما هیچ وقت نمیتونیم روشن را پیدا کنیم. واقعا نکات خیلی خوب و مهمی را شما اشاره کردین استاد، ولی موضوع خیلی خوب هست که قرار است بیشتر در این مورد از استاد بشنویم، اما قبل از او وقفه داریم. وقت زیبا و قشنگ شما بخیر باشه و همچنان عزیزای کمیل از بامون پیوستن، وقتتان بخیر. خب ادامه بحث ما با استاد. استاد میخواییم در مورد افراد که همیشه مادیاتگرا هستن و همیشه مادیات پرست هستن نسبت به ای که همه جنبه های خوب معنویات که در زندگیشان همیشه باقی میمانه پابرجاست توجه داشته باشن، همیشه فوکسشان یا دیدگاهشان مشخصا روی مسائلی که مادی هست در زندگی هست و همیشه فکر میکنن که خوشبختیشان یا موفقیت شان وابسته به مسائل مادیات هست. میخواییم در این مورد از شما بشنویم که چقدر میتونه جنبه های مثبت داشته باشه، چقدر میتونه که جنبه های منفی داشته باشه. خب وقتی که ما شما با تمام وجود خود وابسته میسازیم بر مادیات، بدون شک عناصر مادی میآید تمام زندگی ما شما را احاطه میکنه. بله. به خاطر رسیدن به تمام بخش ها ما
میتونیم در اینجا طرحهایی را به پیش خود بیاییم بالاخره مطرح بکنیم در مورد رسیدن به او اهداف که در اکثریت موارد خواب است و خیال است و محال است و جنون میشه، به دلیل از اینکه بالاخره نقطه فاینلش به طرف جنون میکشانه کسی را. شما ببینین تمام عناصر وابسته به خود مادیت از خود یک عمر داره. وقتی که ما شما روی عمر صحبت میکنیم بدون شک ارزش معنوی کلانی که به پیش ما شما میای تعریف میشه در قالب مادیت نمیشه. معنویت انسان من مطمئن هستم که کدام عمر مشخص نداره. مثلا یکی از مثالهای زنده و کلان ما شما به عنوان مسلمان به پیش خود داریم، حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم شما ببینین بیشتر از 1450 سال، نزدیک به 1500 سال شده که از دنیا رحلت کردن، امروز در بین ما نیستن، اما معنویتشان زنده است. امسالم اگر ما شما مولانا جلال الدین محمد بلخی را ببینیم، حضرت حافظ ببینیم، حضرت بیدل ببینیم، اینا امروز در میان ما قرار ندارن، اما بازم ما شما میبینیم که معنویت از اینا زنده است و تمام بخش های عرفانی را اینا تانستن که یا تصوفی را تانستن اینا توسط خود از اونها اشعاری که داشتن، توسط ادبیاتی که داشتن، در قالب کنترل معنویت خود بگیرن. برعکس از این بخش مادیات شما که ببینین، قارون بزرگترین ثروت داشت، بزرگترین مادیات در اختیارش بود، امروز ازش به عنوان یک تاریخ غلط مردم یاد میکنن. نمرود اگر شما ببینین، فرعون اگر شما ببینین، یعنی تاریخ بشر وقتی که ما شما مطالعه میکنیم، خوبترین ثروت ثروت معنوی بوده نه ثروت مادی. پس هر چیزی که در زندگی انسان عمر داره و عنصر مادی است، ما توصیه میست که شما زیادتر بالای از اون نپیچین. به اندازه نیازتان، چیزی که خداوند بزرگ گفته بهترین زندگی بر بنده هایم زندگی است که میانه روی در بین از اختیار شده باشه. شما وقتی که تعادل اختیار میکنین، من مطمئن هستم در قسمت مثلا اما توازنی را که در زندگیتون شما میخواین که حفظ بکنین به پیشتان، بحث معنویت به مراتب بالاتر میای خود تعریف میکنه و بحث مادیات به مراتب پایینتر. به دلیل من طرفدار از این هستم که هر شخصی، هر فردی باید خود اگر میخواه به عنوان یک ارزش، که انسان خودش یک ارزش است در این دنیا، ما به چهره خداوند بزرگ، به جای خداوند بزرگ در روی زمین خلق شدیم، اگر میخواین که یک چهره خوب و مثبت داشته باشن، باید از ابعاد خود معنوی زندگی خود استفاده بکنن و از تمام بخش های معنویات زندگی خود. برعکس از اینکه شما لطف کنین همیشه وقت در زندگیتان دور باشین از حسادت ها، دور باشین از بخش مادیات پرستی ها، به دلیل از اینکه بر شما بدون درد، بدون رنج، بدون تکلیف، بدون منفی، بافت های منفی ذهنی و روانی و بالاخره فیزیکی هیچ چیز دیگه نمیتونه خلق بکنه. پس شما نیاز دارین به عنوان یک انسان همیشه وقت روی موارد کار بکنین که معنویت برجسته بسازه. شما متوجه هستین اکثریت خانواده ها فعلا در جغرافی های کابل طرفدار به این هستن که فقط بود معنویت در زندگی خود یک شکل 40-50% نهایتش به پیش خود بدن. زیادتر تمرکزشان یعنی به طرف ازی است که باید بود مادیت زندگی خود را برجسته بسازن. هر قدر تلاش میکنن به جای نمیرسن، هر قدر تلاش میکنن دستاوردی را که اینا خواستشان است به پیششان نمیرسه. پس تمام از اینا دال بر این است که یعنی مفهوم کلی خود زندگی انسان هر دو بود است، هم بود مادی هم بود معنوی، اما بود معنوی بالاتر است نسبت به بود مادی. یعنی انسان همیشه وقت باید تلاش بکنه که در زندگی خود مثبت ها را خلق بکنه، مزایا را خلق بکنه، نه نواقص، نه منفی ها. اگر ما شما از نواقص زندگی خود بیایم تعریف بکنیم به جانب مقابل، مثبت ها را ما مطمئن هستم که نمیتونیم، به دلیل از اینکه وجود تمام بدبختی های زندگی انسان وابسته به مادیات است. واقعا و هر چیزی را که شما گفتم در زندگی میبینین شما را به طرف فلاکت میبره مادی است. خب بدون شک ما به خاطری که زندگی ما را پیش ببریم و ادامه حیات داشته باشیم، نیاز به مسائل مادیات می داشته باشیم و این مهم هست تا یک حدی که بتونیم همه مشکلات ما را رفع بسازه. ولی چقدر می تونه عواقب ناگوار داشته باشه حرص و همه خودخواهی و یک عقده که در مقابل اشخاص و افرادی که در زندگیشان هستن و هم مسائلی که می تونه سبب مشکلاتشان شوه و مشکل خلق میکنن با وجود بیاره وسط شما بشنیم. ببینین وقتی که ما شما خود آگاه به طرف فلاکت میریم، باید مادیات پرست باشیم. شما قبل از قبل میفهمین که ما در وجود خود سرطان داریم، خدای نخواسته، و
پس میگین بگین با وجودی که من سرطان هم دارم باید از مزایا و نواقص خود زندگیم به اون صورت درستش استفاده بکنم. اما شما توجه مشخص برای اما تکلیفی که در وجود شما از برخلاف صحتتان رو ندارین. صحتمندی وجود خود یک انسان وابسته به معنویات است نه مادیات. اگر ما شما میاییم مقدای شخصی خود را، اگر ما شما میاییم اسادت های خود را، اگر ما شما میاییم تکبر و غرور خود را به چالش میگیریم یا بالاخره به نمایش میگیریم به جان مقابل خود، من مطمئن هستم که دچار بسیار از بدبختی های کلان در زندگی خود میشیم، دچار بسیار چالش ها. مثلا یکی از بحث های کلانی که ما شما در وجود خود یک انسان میبینیم که با ماهیتش میتونه خود معرفی بکنه بحث غرور و تکبر است. تکبر فقط مربوط خدای بزرگ است، یعنی کبر وقتی که میگیم به خدای بزرگ میزیم به دلیل اینکه اسمش کبریاست. اما غرور بر هر بنده ای داده شده. ما شما من ایسی یک مسلمان میتونیم یک غرور خوب در برابر کافر داشته باشیم چون ما یک مسلمان هستیم. ما شما میتونیم مثلا یک استاد میتونه به عنوان یک استاد یک غرور بسیار خوبی رو در برابر کی استفاده بکنه؟ در برابر کسی که استعداد نداره، در برابر کسی که مثلا بالاخره از قالب استادی بیرون است. در اینجا ما شما میتونیم غرور نگاه بکنیم، هر چیزی با مادهش خلق شده بدون شک. ما شما غرور مثبت منفی داریم. غرور مثبت در زندگی انسان کارساز است، غرور منفی در زندگی انسان مرگ ساز است. غرور کاذب همو بدون شک. پس وقتی که ما شما میاییم از غرور کاذب خود به قول شما استفاده میکنیم، پس از کاذب چی را ما تعریف کرده میتونیم؟ من پیشترم بر شما گفتم از تاریکی ها چی را تعریف کرده میتونیم، از چیزهای مجهول چی را تعریف کرده میتونیم؟ هیچ، همه چیز پراگنده است. اما من میگم یک انسان باید در زندگی خود یک سیستم مشخص به خاطر پیشبرد امورات مادی و معنوی خود داشته باشد. اگر ما بیایم شامل یک اسکیچ یا یک تقسیم اوقات زندگی معنوی و مادی خود بندازیم و توسط از او بیایم به پیش خود محاسبه بکنیم که آیا من شخصیتم بعد از اینکه من به مرگ میرسم، بعد از اینکه از عالم حیات میرم به عالم برزخ، آیا زندگی روحی من وجود خود داشت که او زندگی معنوی است یا نه خیر؟ بسیار کسا رو میبینیم وقتی که فوت میشه حداقلش 2 یا 3 روز به خاطر نمایشی که ما شما در میان هم دیگه خود به عنوان عرف داریم فقط یگان سر صدا و گریان و بالاخره جگرخونی خود به پیش خود دارن. اما با ماهیتش اگر شما بیاین فکر بکنین، در صورتی که اونم شخص مادیات پرست بوده و تمام زندگیش تمام عناصر زندگیش وابسته به بدبختی ها بوده، کدام ارزشی حتی نزد فامیل خود نداره، چی برسه به اینکه ما شما بیاییم از دیگه دوستایش چیزی را بس بکنیم. بنابرای دلیل وقتی که ما شما میاییم روی خود زندگی معنوی صحبت میکنیم. وقتی که یک شخصیت معنوی از میان برداشته میشه، شما میبینین امروز ما شما مثلا رسانه ها را داریم، شاید صدها بار شما بعد رسانه ها متوجه شده باشین شخصیت های معنوی، شخصیت های علمی، دانشمند ها، پروفیسور ها وقتی که بسط دنیا از بین میرن، تمام رسانه ها در مورد از اینا یک چیزی به گفتن داره. اونا روحشان زنده است، فقط جسمشان رفته. بازم من میگم هیچ وقت شما به مسابقه یک جسم به عمردار یا بالاخره برتان بگویم نزدیک به مرگ زندگیتان نزدیک نسازین، از زندگیتان استفاده نکنین، برین به طرف بخشی که حیاتش هیچ وقتی محدود نشه که اونمو بخش خود معنوی است. بسیار خوب، که معناهای زندگی انسان تعریف کنم. دقیقا. و استاد ما در جامعه که زندگی میکنیم فعلا همه با ظاهر یک نفره و با همه ظاهری که میبینن قضاوت میکنن و همیشه به این دیدگاه هستن، به این باور هستن که پول خوشبختی میره، پول جایگاه عزت مقام و یک شخصیت برای یک نفر میتونه، ولی در حقیقت اگر ببینیم این گونه نیست و ما به این باور رسیدیم. متاسفانه در جامعه ما همیشه ظاهرا قضاوت میشن افراد اشخاص و همو پول و مادیاتی که دارن نظر به همو احترام صورت میگیره. بله. میایم روی این که چقدر میتونه همین باورها و این که ما همیشه پول را یعنی وسیله به خاطر خوشبختی خود ببینیم و بله. پول و مادیات را به خاطر این که ما یک شخصیت خوب، جایگاه خوب در اجتماع داشته باشیم، در فامیل داشته باشیم، اگر بیایم این را وسیله قرار بدیم، چقدر میتونه که منفی گرایی را خلق بکنه و چقدر میتونه ما را از موفقیت ها و همو چیزایی که واقعی از در زندگی ما باز داره. ببینید تمام فاکتورها، تمام عناصر زندگی وقتی که میای شکل خود بر ما شما یعنی منفی معرفی میکنه، ما شما میتونیم از وجود از اون مادیت بگیریم. شما متوجه شدین
در اکثریت موارد مردم با استفاده از عملکردهای منفی خود خود را میخواین یک شخصیت برجسته نشان بدن. رقابت ها هم چشمی هایی را که شما میبینین در مثلا جامعه امروزی افغانستان به صورت آفتابیش میتونین پیدا بکنین که چقدر مردم و ما شما به طرف فلاکت بدبختی روان هستن. متاسفانه بله. ما شما متوجه هستیم یک خانواده ای که شاید از 100% مادیت به پیش خود 10% هم نداشته باشه، اما وقتی که ما شما میبینیم به محفل هایشان مثلا میریم به محفل عروسیشان، اونا به خاطر از اینکه بتونن یک محفل خوبی را نمایش بدن که بگوین این مردم هم از دید مادی یک زندگی خوب و نرمالی را حداقل تانستن یعنی داشته باشن، به جانب مقابل خود یک عروسی کاملا با شان و شوکت نشان میدن. وقتی که ما شما این عروسی را میریم دقیق مطالعه میکنیم، یک قسمت 70-80% خود عروسی قرض هایی است که امی بچه بیچاره میره و بالاخره از همون قوم و خویش و اقارب و دوست ها و نزدیک های خود پیدا میکنه. بزرگترین دلیلش چی است؟ رقابت مادیات پرستی یا رقابت مادی که اینا در بین هم دیگه خود به عنوان عرف آمدن شکل دادن. عرف نپسندی که بدون شک بدون شک امسالم اگر شما متوجه شده باشین، گفتم انسان به عنوان مثلا یک انسان مسلمان باید میانه رو باشه. اکثرا من متوجه هستم دوستایی که ما در پانتون تدریس میکنیم برشان توجهشون بسیار به گپ‌های خرد و کوچکی از در افغانستان که من فکر میکنم هیچ وقت ما شما رو نمیتونه به بلوغیت خوب فکری و معنوی برسانه. او ایست که توجهشون مثلا زیادتر به لباسشان است، زیادتر به چهره و قواره‌شان است، آنقدر توجه عمیق بالای ازی دارن که ساعتشان باید همراه جرابشان یک قسم باشه، با جرابشان همراه انگشترشان، به خصوص طبقه شما زیادتر فیشنی هستن و توجهشان هم به این مسائل است. اما وقتی که شما میایین اینه میره با ماهیتش مطالعه میکنین، اونمو پدری که در جریان مثلا یک ماه میره به خاطر پیدا کردن نفقه اولاد خود بسیار تلاش میکنه، بسیار زحمت میکشه، بسیار گپ میشنه و بسیار تکلیف ها رو میبینه، اما اینمی اولادش به خاطر که مادیات پرست است، به خاطر از اینکه از منفی های زندگی تانسته برداشت حاکم بگیره و معنویات نزدیک نیست، فقط توجهش به چیزهایی است که در بیرون نمایش داشته باشه، در بیرون ظاهر داشته باشه. ما شما بازم انسان وقتی که بیایم محاسبه بکنیم از روی ظاهر باطنش محاسبه میکنیم، درست؟ ظاهر انسان همه چیز نمیتونه بیان بکنه اگر باطنی وجود نداشته باشه. ما شما یکی از مثالای زنده رم گفته میتونیم، اگر ما شما در حساب خود پول نداشته باشیم خرچ کلان نباید بکنیم، درست؟ بله. اما خارجی ها عین شکل میگن، میگن وقتی شما اکاونت دارین در اکاونت تو باید پول باشه، مدیریت داشته پول... بله. این پول مفهومش این نیست که شما در هر جایی که تانستین بر نحوی که تانستین مصرفش بکنین، نخیر، با اونم قدر زحمتی که شما پول به دست میارین با اونم قدر زحمت باید فصل بله مصرف شود. اما بدبختانه توجه بسیار عمیق مک میبینیم در افغانستان بینمی است که خود یک مدیر خوب نشان نتن، از قالب مدیریت سالم و صحتمند بیرون شون و همیشه وقت خود استفاده داشته باشن. بدون شک. جان سپاس از حضورتان، استاد بحث خیلی خوبه با شما داشتیم. زنده و سلامت باشین. خب دوستای عزیزی، بود داشته های برنامه امروز رسم زندگی که تقدیمتان کردیم. امیدوار هستم شما هم در کناری که در زندگیتان برتان مادیات مهم هست، بیشتر از اون معنویات زندگیتان را توجه داشته باشین تا که یک زندگی واقعی داشته باشین و یک شخصیت خوب داشته باشین. تا برنامه بعد و دیدار بعد که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما رو به خداوند پاک بسپاریم. لحظات اوقات خوش داشته باشین.